بینندگان عزیز، در اینجا گفتگویی داریم با آقای محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران. آقای محدثین، از وقتی که در اختیار ما گذاشتید الان چند روزه که در اخبار سیمای آزادی اسناد و مدارک جرمی که در محاکمه دیپلمات تروریست و مزدوران جنایتکار همدستش در دادگاه بلژیک برملا شده داره پخش میشه، که همین الان هم یکی از نمونه های دیگرش رو شنیدیم. میخواستم توضیح بدین که این اسناد چه حقایقی رو آشکار میکنند؟ با سلام و درود به بینندگان سیمای آزادی و عموم هموطنانمون، بگذارین ابتدا از سیمای آزادی به خاطر پخش این اسناد که یک اسناد تاریخی هست تشکر و قدردانی بکنیم. اینها یک گنجینه بی‌نظیری هست برای شناخت رژیم ضد بشری آخوندی و توطئه‌هاش، توطئه‌های تروریستیش و توطئه‌های سیاسیش علیه مردم و مقاومت ایران. و همینجا اجازه بدید من از عموم هموطنانمون و به خصوص از هواداران و پشتیبانان مقاومت بخوام که این متون رو و این اسناد رو با دقت دنبال کنن، با دقت گوش بدن، با دقت بخونن، چون موضوعات بسیار مهمی در اینها مطرحه. به اینها اگه دقت کنین، همین چیزی که الان لحظاتی پیش شما داشتین پخش میکردین به خوبی نشون میده که رژیم برای پیشبرد تروریسم و پیشبرد جنایت‌های خودش علیه مردم و مقاومت ایران و سازمان مجاهدین همه امکانات و همه توان خودش رو بسیج کرده. مزدوری رو از اینجا از در خارج کشور عضوگیری میکنن یا از داخل کشور میفرستن خارج برای نفوذ، و با استفاده از امکانات پناهندگی، با استفاده از تابعیت در کشورهای غربی، اونها رو دوباره به ایران میبرند در خانه های امن، در هتل ها، همون هتل هایی که قبلا هم داستان هاشو شنیدیم که چه جنایت هایی توش انجام میدن، هتل های وزارت اطلاعات، اونها رو آموزش میدن و برمیگردونن برای مقاصد تروریستی. یا حتما دنبال کردین که چگونه رژیم از ابزارهایی مانند پول تا چه اندازه استفاده میکنه، و رژیمی که آه و ناله سر داده که تحریم هستم و پول ندارم، با دست و دل باز به وفور به مزدورانی که برای جنایت داره تربیتشون میکنه پول میده. انقدر این پول ها فراوونه که حتی مقامات بلژیکی از پول های نقدی که در خونه این مزدوران پیدا کردن و از پول هایی که به حسابشون ریخته شده متعجب هستن. پول از خارج کشور، پول نقد توسط دیپلمات تروریست، پول نقد از منابع و واسطه های دیگه برای اینکه این جنایت رو سازمان بدن. کما اینکه استفاده از عنصر خانواده، عناصر به اصطلاح مرتبط با وزارت اطلاعات در خانواده و فامیل افراد، و استفاده از عنصر زن و اغواگری، که اینها روش هایی هست که به خوبی در این اسناد میشه تشخیص داد که چگونه رژیم ضد بشری آخوندی همه امکانات رو برای این جنایت خودش به کار گرفته و به خدمت گرفته. بله، خب آقای مهندسین، حالا سوال بعدی من این هست که خب خیلی وقتها مزدوران رژیم آخوندها، از همین اسناد هم همین برمیاد که اعمال و رفتار و رویکردهایی داشتن، مثلا این که رویکردهای ضد دینی به اصطلاح یا ضد مذهبی، که خب این رویکردها با مواضع رسمی رژیم آخوندها خیلی متضاد و متفاوت هست. اینو چطور شما توضیح میدین؟ سوال بسیار خوبیه. اولا که شما به خوبی میدونید، هموطنان میدونن، این رژیم تنها چیزی که نداره دین، شرف، ایمان، به هیچ چیزی اعتقاد نداره، از شخص خمینی گرفته تا خامنه‌ای و همه سردمداران این رژیم اگر ذره‌ای به خدا و ذره‌ای به دین اعتقاد داشتند هرگز این جنایت‌ها رو نمی‌کردن. جنایت‌هایی که این رژیم در طول 40 سال گذشته کرده، قبل از هر چیز نشون دهنده اینه که اینها فقط به فکر قدرت هستن. خدای اینها قدرته، دین اینها قدرته، مذهب اینها قدرته. از هیچ عمل ضد اسلامی، از هیچ عمل ضد دینی رویگردان نیستن. این همون رژیمیه که خمینیش گفتش که برای اینکه مجاهدین رو بکشین در سال 1360 به پاسدارا گفت لازم نیست روزه بگیرین، روزه نگیرین که بتونین مجاهدین رو بیشتر بکشین. این ماهیت این رژیم این هست. در این پرونده و در پرونده های مشابه
یک عنصری که بسیار قابل توجه هست همین هست که شما اشاره کردین، اینا مزدوران رژیم از پوش و محمل، از پوش و محمل بیدینی، لاابالیگری و ضد خدا بودن استفاده می کنند، کما اینکه از پوش سلطنت و سلطنت طلب بودن استفاده می کنند و حتی خیلی وقتا از پوش برانداز بودن استفاده می کنند. در همین پرونده که نگاه کنید همه این عناصر رو پیدا می کنید. یکی از این به اصطلاح مزدوری که الان در حال محاکمه است و منتظر حکم است و دادستان بهش 15 سال حبس تقاضا کرده، مهرداد عارفانی، اصلا خودش رو یک روشنفکر شاعر ضد خدا، ضد دین معرفی میکنه از قبل، از سالها قبل، و این ابزار و وسیله و روی کرده بوده برای اینکه بتونه در محافل ایرانی، در مقاومت، در بین هواداران مجاهدین نفوذ کنه. به عبارت دیگه هر گونه شبهه‌ای رو که من آدم رژیم هستم، نفر رژیم هستم، مزدور رژیم هستم رو زائل کنه. چون اولین چیزی که به ذهن هر کسی میرسه، خب لابد کسی که مزدور رژیم هست باید یک اعتقادی هم به اون چه که رژیم مدعی هست، یعنی مذهب داشته باشه. این از اول اومده به اصطلاح مدعی شده که آقا من ضد خدا، ضد دین، شاعر و نویسنده هستم. خب شاعر و نویسنده و ضد خدا و ضد دین که تروریست نمیشه. از قضا وقتی رفتیم در دادگاه، در دادگاه دیدیم و شنیدیم کیفرخواست رو به اصطلاح میخوند دادستان و همینطور وکیل رژیم برای همین مزدور، استدلالش این بود که اصلا موکل من تروریست نیست، موکل من اصلا بیدینه و نمیتونه تروریست باشه. گویی یا که رژیم اول کسی رو پیدا میکنه که نماز شب بخونه بعد تروریستش بکنه. رژیم مزدور تروریست میخواد، حتی اگر اعتقادی هم به مذهب داشته باشه بهش میگه نه بذار کنار، بیدینی کن، بیدینی پیشه کن که بتونی کارتو پیش ببری. کما اینکه اون یکی نعامی، اون مزدوری دیگه، وکیلش در دادگاه استدلال میکنه که موکل من به حجاب اعتقاد نداشت که تروریست بشه، موکل من خانوادهش اصلا مذهبی نیستن، خانوادهش اصلا چه طرفدار سلطنت و طرفدار شاه سابق بودن، اونا اصلا با شعار مرگ بر شاه مخالف بودن. یعنی دستگاهی که میچینه وکیل رژیم و دستگاهی که خود رژیم میچینه در واقع پوشی و محمل بیدینی، پوشی و محملی هست برای نفوذ به درون هواداران و ایرانیان و برای اینکه مقاصد جنایتکاران خودشون رو پیش ببرن. و کلن هم این فراتر از این موضوعی که شما اشاره کردین و سوالی که شما اشاره کردین، بسا فراتر از این مورد مشخص هم است. در موارد متعددی که انشالله یه زمانی فرصت بشه مفصل خدمتون عرض بکنم، در موارد متعددی شعارهای ضد اسلامی، رویکردهای ضد اسلامی، اسلام ستیزی در شبکه‌های اجتماعی در مواقع بسیار زیادی و اکثرش در واقع منشأ میگیره از رژیم، چون رویکرد اسلام ستیزی برای رژیم فراتر از مسئله تروریسم به لحاظ سیاسی هم مسئله حل کنه. رژیم میخواد بگه مخالفین من اسلام ستیزن، ضد اسلامن، در صورت این مخالفین رژیم ضد استبداد، ضد خامنه ای، ضد دیکتاتوری دینی هستن. رژیم میخواد با این همانی کردن بین مخالفت با استبداد دینی، مخالفت با حکومت آخوندی، این همانی کردن این پدیده با مخالفت با اسلام فضا رو آلوده کنه. چون کسی که به دیندار بودن رژیم معتقد نیست، رژیم همینطور حتی میخواد این رو ادعا کنه که اگر من حکومت دینی هستم و بد هستم به خاطر اینکه حکومت دیکتاتوری دینی هستم، مجاهدین هم که مخالف من هستن اونها هم دینی هستن، دین اونها بدتر از دین رژیم هست. اینن حرفایی که در واقع ظاهراً به عنوان اپوزیسیون زده میشه ولی تماماً در خدمت به اصطلاح رژیم هست. کما اینکه در خیلی از این کارزارهای به اصطلاح اینترنتی علیه مقاومت مین از پوش برانداز، از پوش سلطنت طلب، از پوش اصلاح طلب، از در پوش ها و محمل های مختلفی سیاست هاشو رژیم پیش میبره. به همین خاطر من اجازه بدین این توصیه رو به عموم هموطنانمون بکنم که نسبت به این نوع تاکتیک های رژیم، نسبت به این ترفند های رژیم بسیار باید هوشیار باشن و بدونن که رژیم از این طرق با این پوشا و محملها و چه با ابزارهایی مثل خانواده، زن و امثال اینها وارد میشه و هوشیاری عموم هموطنانمون در مورد کسانی که
به سفارت‌های رژیم رفت آمد دارن، ایرانیانی که پناهندگان یا کسانی که به اصطلاح مخالف رژیم بودن و اکنون به ایران تردد دارن یا به سفارت‌های رژیم تردد دارن یا با عوامل رژیم تردد دارن، اینها رو رژیم به خوبی میتونه به عنوان سرپل‌ها و ابزارهایی برای جاسوسی و تروریسم به خدمت بگیره. بله، خیلی ممنونم از شما بدر بهنام. گفتگوی بود با آقای محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران.